دکتر، یکی از نتایج این شکست ها افسردگی هست و خیلی هم بین افراد رایجه، خیلی هم از ما سوال میکنن، خیلی قرص میخورن براش. شما میشه تعریفش رو بگین؟ از افسردگی تعریف شما چی هست و با مریضایی که میان پیشتون افسردگی دارن چی کار میکنین؟ ببینید، افسردگی البته خب ریشه های مختلفی داره، دلایل مختلفی داره، اتفاقای مختلفی برای آدم ها میفته، ولی سیستم افسردگی در همه انسان ها همونه و اونم این هستش که یه اتفاقی برای ما میفته، اولین اتفاقی که میفته خب ما باهاش برخورد میکنیم یا نمیخوایم بهمون غالب بشه و از خودمون عکس العمل نشون میدیم و یه کاری در موردش میکنیم. خب تا این حد اگر هم حتی اون اتفاق باعث این شده که من یه حس بدی راجع به خودم پیدا کنم یا راجع به دنیا، راجع به مردم، راجع به زندگی، اونو بهش غلبه میکنم. اتفاق بعدی میفته، باز من باش یه برخوردی میکنم، دوباره خودم میکشم بیرون، ولی حالا یه مقدار بیشتری از وجود من در خودش فرو رفته. اتفاق بعدی میفته، باش برخورد میکنم، ولی حالا برخورد من متفاوت شده و مقدار بیشتری باز من تو خودم فرو رفتم. این اتفاقا جمع میشه تا به یه جایی میرسه که من دیگه احساس نمی کنم که برخورد من منو میتونه از توی اون چاله احساسی که توش افتادم بیرون بیاره. بنابراین حالا دیگه هر چقدر دست و پا میزنم، این چاله و این حفره احساسی من عمیق و عمیق و عمیق‌تر شده و من حالا برای این که بتونم از توی این حفره بیرون بیام، فکر میکنم که احتیاج دارم که این احساس افسردگی منو یه داروی یا یه چیزی از بیرون خودم حس خوبی به من بده و به طور مصنوعی حال منو خوب کنه. حالا اون میتونه مشروب باشه، میتونه سیگار باشه، میتونه ورزش باشه، میتونه سکس باشه، میتونه داروهای ضد افسردگی باشه، میتونه برای بعضیا خرید باشه، میتونه برای بعضیا کار باشه که من احساس بکنم آره دارم فعالیت میکنم، آره نه من افسرده نیستم، آره من حالم خوبه، حالم خوبه، حالم خوبه. یا یه کتاب میخونم، یا یه به خودم میگم حالم خوبه، یا یوگا میرم فکر میکنم. یعنی همه اینا مقطعی حال منو برای یه مدتی خوب میکنه، یا به خودم انکار میکنم که حالم چقدر بده، چون از بیرون زندگی خودم رو نگاه میکنم به جای اینکه از درون خودم رو حس بکنم، از بیرون به خودم میگم حالم خوبه. بنابراین چون از بیرون به خودم میگم حالم خوبه، خودم باورم میشه که پس من حالم خوبه. حالا داروهای افسردگی چیکار میکنن؟ داروهای افسردگی میان میگن که به جای اینکه بیان حال منو خوب کنن، اون دگمه‌ای که به من میگه که حالم خوبه یا حالم بده رو بیهسش میکنن. پس من دیگه حالا نمیدونم که حالم خوبه یا حالم خوب نیست، چون این دگمه دیگه کار نمیکنه. پس مثل این میمونه که شما چراغ موتور ماشینتون روشن میشه و به جای اینکه برید پیش یه مکانیکی و موتورتون و درد موتورتون رو خوب بکنید، میرین پیش یه مکانیکی، مکانیک اون سیمی که این چراغ روشن میکنه رو از جا میکنه و دیگه الان این چراغ روشن نمیشه، ولی موتورتون هنوز آسیب دیده. بنابراین قرص های ضد افسردگی ما رو خوب نمیکنه، فقط اون سیمی که به ما میگفته که چراغ موتور ما رو روشن میکرده که بابا تو حالت بده یا تو در خطری یا برو حال خودتو خوب کن، این چراغ الان دیگه کار نمیکنه. پس من نمیدونم که حالم بده، فقط دارم با این قرصه خودم رو بیهس میکنم، دیگه حال بد خودم رو نمیفهمم. دلیل اینکه این قرصا در دراز مدت کار نمیکنه و آدما همش باید برن قرصای متفاوت بگیرن یا دوز قرصشون رو مقدارش رو کم و زیاد بکنن، تبدیل میشن به مثلا لابراتوار دکتر که هی روشون آزمایش میکنه، به این علت هستش که به هر حال هر چقدرم که این سیم رو بکشن، چون این سیم باز هنوز وصله از جاهای دیگه، باز این چراغ موتور روشن میشه، باز دوباره ما حالمون بد میشه، از یه جای دیگه این میزنه بیرون. حالا موتور چون کار نمیکنه، به جاهای دیگه این ماشین اصابت میکنه، از جای دیگه این حال بد میزنه بیرون، پس ما باز میفهمیم که حالمون بده. به همین علت هستش که افسردگی در اصل یعنی
من حالم بده، باید بتونم این حال بد خودم رو درستش بکنم که حالم خوب بشه. و مادامی که از جایی هی بخوام این حال بدم رو فشارش بدم پایین و بیحسش بکنم، این حال بد من از ارگانهای دیگه این بدن بیرون میزنه و هی به من میگه بابا این حال بد هست هنوز، حالا اگه سرکوفتش بکنم از آز احساسی ابرازش نکنم درستش بکنم از معده میزنه بیرون، قرص معده بخورم از قلبم میزنه بیرون، قرص قلبم رو بخورم فشارم میره بالا، فشارم رو درستش بکنم میزنه به ریم، ریم رو درست بکنم مرض قند میگیرم، مرض قند رو درست بکنم سنگ کلیه میگیرم، سنگ میدونی، یعنی از یه جایی این درد هی میخواد به من بگه بابا تو حالت بده، برو حالتو خوب کن. بنابراین این بدن به هزار حال و روز میفته، نهایتا سرطان یا مریضی های دیگه هست. بالاخره این جنگ درونی من که سرطان نمایانگر اون هستش، که یه قسمتی از بدن به خودش حمله میکنه و شروع میکنه خودش رو خوردن یا کشتن یا نابود کردن، این جنگ درونی من از یه جا میزنه بیرون. دلیل این که ما اصلا این سمینارها رو انجام میدیم، یا نهایتا بزرگترین عامل بهبودی که کارگاه های ما هستش رو انجام میدیم، به خاطر این هستش که این حال بد ما با قرص و دارو و ترفندهای دیگه خوب نشدن تا حالا، حتی با تراپی هم با مشاوره هم خوب نمیشن. اون سه روز ما روی ریشه این درد و افسردگی و اضطراب و وسواس و دردهای جسمانی کار میکنیم تا آدم ها خوب بشن. خیلی ممنون از توضیح کاملتون. میرسیم به سوال معروف که چطور توی این سه روز ممکنه که این تغییر در آدم ها به وجود بیاد؟ این سه روز از جایی شروع میشه که ما شما رو در تمرین های مختلف میذاریمتون که اون تمرین ها طوری طراحی شدن در اون سه روز که شما تمام پیچ و مهره هایی که باعث به وجود اومدن مریضی های روحی، عاطفی، جسمی شده رو بتونید بازشون بکنید، این سیستم پاکسازی بشه و باز دوباره از طریق تمرین های دیگه این پیچ و مهره ها بسته میشه. حالا تمرین ها چیا هستن؟ تمرین های اولیه تمرین های هستن که باعث میشن که شما ببینید که کجاها توی زندگی به سیستم خودتون، به فکر خودتون، به روح خودتون، به ذهن خودتون، به احساس خودتون، به جسم خودتون آسیب وارد کردید. یعنی اول با آسیب هایی که به خودتون زدید آشنا بشید، بعد نگاه میکنیم ببینیم آدم های دیگه چجوری به این سیستم آسیب وارد کردن و این آسیب ها چجوری بوده و کجا بوده، و از طریق تمرین های ابرازی و رفتاری و حضوری شما اون درمانهایی رو که باید به شما کمک بکنه تا شما از این حالت آسیب زده بیرون بیایید رو ما انجام میدیم، تا شما به قدرت خودتون پی ببرید و ببینید که چقدر انسانی هستی که میتونه خودش باعث درمان خودش بشه. یعنی تمرین های خود درمانی هستن در اصل، که باعث میشن شما اصلا در همون دو روز اول احساس میکنین که به اندازه 80% حالتون خوب شده و خودتون رو درمان کردی. و بعد ما میریم توی آشنایی رابطه با جنس مخالف، شناخت جنس مخالف، توانایی رابطه برقرار کردن سالم با جنس مخالف، و بعد جنس مخالف رو دعوت میکنیم به کارگاه که شما از نزدیک با اون دیدگاه جدیدی که به وجود اومده براتون بتونید با جنس مخالف آشنا بشید و بفهمید که چرا این آسیب ها در رابطه با جنس مخالف برای شما به وجود اومده و اینکه خودتون چجوری این آسیب ها رو به خودتون وارد کردید در رابطه با خودتون، در رابطه با هم نوع خودتون و در نهایت با هم جنس، با جنس مخالف چجوری به خودتون آسیب زدی و حالا باید از چه طریقی رابطه های سالم برقرار بکنی تا بتونید رابطه هاتون جوری باشه که نه به خودتون آسیب بزنی، همین که بتونید تو رابطه با جنس مخالف کسی باشین که سالم رفتار بکنه. روز سوم کارگاه ما وارد میشیم به این که
اصلا هدف زندگی شما چیه؟ حالا که خودتون رو پاکسازی کردین و حال خوبی پیدا کردین و جنس مخالف رو هم شناختین و توانایی رابطه برقرار کردن رو یاد گرفتین، حالا خودتون اصلا برای چی به این زندگی اومدین؟ هدفتون از این زندگی چیه؟ شما خودتون اصلا کی هستین؟ چی میخواین از این زندگی؟ و چطور باید رابطه سالمی با خودتون و زندگی خودتون و شناخت خودتون به وجود بیاری؟ و چطور رابطه سالمی با دو نفر که پایه‌های اصلی زندگی شما هستن، یعنی مادر و پدرتون، داشته باشین تا بتونین که خودتون انسان سالمی باشین و در روابطتون با مادر پدرتون که مهره‌های اصلی سلامت روحی، جسمی، جنسی، عاطفی، معنوی شما هستن برقرار بکنی تا بتونین تمام روابطتون رو درمان بکنی. چون زمانی که رابطه با مادر پدر 100% نباشه و عالی نباشه، شما نمیتونین رابطه عالی و خوبی با جنس مخالف داشته باشین. بنابراین اون رابطه ها رو هم ترمیم میکنیم و بعد در پایان کارگاه، در قسمت 2-3 ساعت آخر کارگاه، میریم سراغ کهن الگوهای زنانه که کهن الگوها در زن چطور عمل میکنن، زن لوند چطور در ما نقش ایفا میکنه، زن مادر، زن جنگجو و زن روحانی، و چطور رقص این 4 کهن الگو در وجود ما باعث بودن یک زن کامل در ما هستش و ما باید چه کار بکنیم که این کهن الگوها رو بتونیم به این توازن برسونیم و چطور ما از این توازن اصلا خارج هستیم. و خیلی خیلی این کارگاه، من خیلی دارم به طور شاید بهتون بگم خلاصه میگم، یعنی روی اعتماد به نفستون کار میشه، روی ابرازتون کار میشه، روی قدرتتون کار میشه، روی توانایی حس تعلق، عشق، صمیمیت، توانایی برقرار کردن روابط، شناخت خودتون، شناخت مردان، قدرتمند بودن، هدفمند بودن، عشق داشتن، عشق ابراز کردن، بخشش رو شناختن، بخشش دادن، همه اینها روش کار میشه. 4 پایه‌های قدرت، کنترل، شناخت کنترل، چطور از قربانی بودن بیرون بیاید، همه اینها جوری هست که ما توی این 3 روز، یعنی ما روی 36 مبحث مختلف از انسان بودن کار میکنیم که اصلا شما ممکن از این زاویه تا حالا به خودتون، به زن بودن یا مرد بودن یا زندگی کردن نگاه نکردید، که وقتی از این 36 مبحث رو ما باز میکنیم، شما تازه میفهمید که ای وای، من اصلا زندگی نکردم تا حالا. و خب اینا توی 3 روز همش اتفاق میفته.